رئیس جمهور اوباما برای جمعه گفت اگر جنگ با گروه دولت اسلامی در عراق باشد و یا اختتام ماموریت ایالات متحده در افغانستان، اردوی ایالات متحده با نامزدی اشتون کارتر با پست وزارت دفاع احساس کمبودی نخواهد کرد. وقتی در مورد این مقرری صحبت می کردیم که چیگونه می توان یک انتخاب بجا و مناسب کنیم، به خاطر که مشکلات زیادی وجود دارد. به حیث وزیر دفاع آینده، کارتر نه تنها به مشکلات امنیتی در خارج رسیدگی خواهد کرد، بلکه به اداره رسیدگی می کند که با قطع بودجه مواجه است و اداره ای که گاهگاهی با قصر سفید نیز رابطه خوبی نداشت. اگر مقرری من مورد تایید قرار بگیرد، من بهترین مشوره های صادقانه خود را برای شما وعده می کنم و همچنان شما از بهترین مشوره های نظامی صادقانه من مستفید خواهید شد. قرار گفته کارشناس ارشد، کارتر جایگزین چک هیگل می شود که آقای هیگل نظر به مشکلات دفاعی و خصوص مبارزه با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه مجبور به استعفا شد. برخلاف هیگل، کارتر در موقعیت نظامی یا کنگره ایفای وظیفه نکرده است. وی در وزارت دفاع به حیث رئیس خریداری اسلحه و معین وزارت از سال 2011 الى 2013 کار نموده است. کارتر از جانب رئیس جمهور به حیث شخص خلاق، اصلاح کننده و کارشناس خوانده شد. انتونی کورتسمن، کارشناس ارشد از مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی می گوید، کارتر به حیث کسی شناخته می شود که سیاسی نیست و همچنان متمایل به هیچ جناحی نیست. جایگزین شخصی که به حیث سیاستمدار دیده شود و یا متمایل به یک نظر و روش خاصی باشد، بدون شک در خارج از وزارت دفاع با مشکلات روبرو خواهد شد. کورتسمن می گوید قطع بودجه جنگ داخلی در عراق، سوریه و افغانستان در بین مشکلات عمده قرار دارد که وزیر دفاع جدید راه حل برای این مشکلات نیز ندارد. توقع می رود که نامزده کارتر به سرعت در سنای امریکا پیشکش شود، جایی که گفته می شود از حمایت جمهوری خواهان مطرح برخوردار می باشد. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.